امام همون حرفا رو میزد. امام فرمود جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، نه بابسن میگه اجرای احکام اسلام مو به مو. خب نواب صفوی چجوری مشهور میشه؟ با تشکیل فدایان اسلام و ترور چند نخست وزیر و دکتر فاطمی و احمد کسروی. کسروی که خودش اول آخوند بود و بعد ابا عمامه رو کنار گذاشت، البته داستان مجزایی در فرصت شد درباره صحبت میکنیم که اجباراً در واقع کنار گذاشت، نه اختیاری، اتفاقایی افتاد. از جمله کتابایی که نوشته بود، کتابی بود به اسم شیعیگری بخوانید و داوری کنید. تو این کتاب تشیع رو ساخته پرداخته آخوندا میدونه و آخوند رو به عنوان مردم فریب و مفتخار و این صفات توصیف میکنه. روح الله خمینی که هنوز البته آیت الله نشده بود در اردیبهشت 1323 بیانیه میده خطاب به مردم و روحانیون. یکیشو براتون میخونم: اگر مجال را از دست بدهید و قیام برای خدا نکنید و مراسم دینی را عودت ندهید، فرداست که مشتی هرزگرد شهوتران بر شما چیره شوند و تمام آیین و شرف شما را دستخوش اغراض باطل خود کنند. امروز شماها در پیشگاه خدای عالم چه عذری دارید؟ همه دیدید کتابهای یک نفر تبریزی بی سر و پا را که تمام آیین شماها را دستخوش ناسزا کرد و در مرکز تشیع به امام صادق و امام غایب آن همه جسارت ها کرد و هیچ کلمه از شماها صادر نشد. امروز چه عذری در محکمه خدا دارید؟ این چه ضعف و بیچارگی است که شماها را فرا گرفته؟ تبریزی بی سر و پا که خب روشن است که احمد کسروی تبریزی بود در سخن آقای خمینی. سید مجتبی نواب صفوی، یه تیکه میخوام بخونم، باز فکر نکنین این مال مثلا دولت فلان است، این دولت اعتدال و اصلاح طلب و فلان، این مال اسفند 92 از ایسنا، یعنی خبرگزاری نیمه دولتی یا دولتی ایسنا. سید مجتبی نواب صفوی رهبر فدایان اسلام از نجف برای مناظره و بحث به تهران آمد و در جلسات کسروی شرکت کرد و با او به بحث نشست. کسروی به دلیل اخلاق تند و غرورش به تحقیر نواب صفوی پرداخت و از بحث با او امتناع کرد. بار دیگر نواب در مسیر منزل کسروی با وی به بحث و مجادله پرداخت. کسروی با تندخویی و درشتگویی سید و دوستانش را راند. نواب با کسروی گلاویز شد اما ماموران حکومت کسروی را نجات دادند. شکایت نواب به دادگستری رفت. کسروی را به دادگاه کشاندند اما دادگستری نهایتاً توجهی به اعتراضات و شکایات شاکیان نکرد، بلکه به نوعی نیز دفاع از کسروی را در پیش گرفت. تنها راه حل برای شاکیان اجرای حدودی بود که با فتوای مراجع تقلید نجف اشرف مسلم شده بود که سرانجام یکی از اعضای فعال معتقد فدایان اسلام در 20 اسفند 1324 کسروی را در کاخ دادگستری تهران ترور کرد. یکی کتاب نوشته و تو خونش جلسه میذاره و سخنرانی میکنه. عرض کردم این مال خبرگزاری نیمه دولتی ایسنا بود، اسفند 92. یکی کتاب نوشته، تو خونش جلسه میذاره، سخنرانی میکنه، حاضر به مناظره با شما هم نیست. خب چرا نمیرین شما هم حرفاتون رو بنویسین، کتاب چاپ کنین، این ور اونور هم سخنرانی کنین، افکار و نظراتتون رو نشر کنین؟ ببینین این چیز ساده ای که یه خورده ذهن در جامعه مدنی رشد کرده باشه، تروریست اصلا نمیفهمتش. حق فقط با خودشه، هیچ کی دیگه حق نداره. یک سال بعد در 29 فروردین 1324، یک سال بعد از اون چیزی که خمینی نوشته بود، در 29 فروردین 1324 نواب صفوی و همدستش خورشیدی به کسروی حمله میکنن تو میدون عشمت دوله تهران. زاربان از چاقو و اسلحه استفاده کرده بودند که با اعانه آیت الله شیخ محمد حسن طالقانی امام مسجد سیف الدوله تهران خریداری شده بود. کسروی به شدت زخمی شد و به بیمارستان منتقل شد. زاربان او برای مدت کوتاهی بازداشت شدند و با وثیقه‌ای که تاجران ثروتمند بازار تأمین کرده بودند آزاد شدند. خب ببینین این زمانی است که حمله میکنه تو خیابون. دوباره 11 و بعد در 20 اسفند 1324، من تاریخ قبلی رو گفتم، اون تقریبا همزمان بود با اون اعلامیه خمینی، یعنی یه خورده بعد از اون بود، ولی 11 ماه بعد از اون حمله اولی که تو عشمت دوله میکنه به کسروی نواب صفوی و گروه فدایان اسلام درست میکنه
و به رهبری برادران امامی به جلسه دادگاه وارد میشن. اینها تو اتاق بازپرس کسروی و منشی شو تو کاخ دادگستری با ضربات چاقو سلاخی میکنن. برادران امامی که عاملان اون ترور بودن و چند تا دیگه که تو این حمله و ترور بودن دستگیر میشن، یه عده مراجع به دولت تلگراف میزنن که اینا رو آزاد کنین. یه نامه دست جمعی هم نوشتن جامعه روحانیون فارس که فدایان اسلام و قاتلان کسروی رو مجاهدین فی سبیل الله معرفی کردن تو این نامه و گفتن اینا رو آزاد کنید تا ثواب اقدام الهی اینان در قیامت شامل حال شما بشه. ببینین همین روش و منش رو خمینی داره، چه زمانی که فتوای قتل سلمان رشدی رو میده به خاطر اینکه یه کتاب قصه نوشته، چه اون موقعی که به خلخالی دستور میده که دیوانوار آدم بکشه، بعد یه سال و نیم دو سال بعد از اون آدم کشی های خلخالی خمینی میاد در حمایت از روش خلخالی صحبت میکنه. ما نمیتونیم تحمل کنیم این مطلبی را که آقایان میخوان با اون مغزهایی که در اروپا تربیت شده است درست بکنه. ما میخوام اسلام را ترسیز بکنیم. اینها از یکی از اینا آمده بود گریه میکرد که چرا بعضی از اینا را میکشن، نه این آخریارا، نه این آقای خلخالی مثلا میکشتن. اینا باز توجه ندارن که اسلام در این حالی که تربیت است، یک مکتب تربیت است، لیکن اون روزی که فهمید قابل تربیت نیست، 700 نفرشون را در یک جا در یهود بنی قریظه را در حضور رسول الله میکشن، گردن میزنن به امر رسول الله. ببینین اینها در عرف جامعه متمدن یا جامعه امروزی یعنی نسل کشی، میبینین دیگه، یعنی ایجاد وحشت در جامعه، یعنی تروریسم. همین روش و منشه که سال 67 که زندان‌ها پره، خمینی با یه نامه حکم کشتار میده به جای هر دادگاه و رسیدگی به پرونده و دادخواهی و هر مفهومی که در دنیای امروز با دادگاه و قانون و وکیل و متهم سر و کار داره. هر کس در هر مورد بر سر موضع نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید. با یه نامه حکم اعدام هزاران نفر صادر و اجرا میشه. حقوق جزا کشک، دستگاه قضایی کشک، دست خط رهبر فدایان اسلام یا حالا رهبر نظام مقدس جای همه دادگاه و دادسراها رو میگیره. پشت درهای بستم که دیگه جای خود داره. 37 سال نوبت رهبری خامنه ای که میشه، رهبر معظم انقلاب میاد با صراحت میگه که چقدر تأثیر گرفته از فدایان اسلام. در دوره جوانی من خیلی رو من اثر گذاشت. در درجه اول مرحوم نواب صفوی بود. من 15 سالم بود، به شدت تحت تأثیر شخصیت او قرار گرفتم.